یک قصر و هزار دریچه. شنوندای عزیز سلام، برنامه یک قصر و هزار دریچه را میشنوید. آیا شما میفهمین که قهوه از چی جور میشه و چطور به دست میایه؟ لالو ماما ده همی باره امروز به میمانش یک دریچه را باز میکنه. یاد ما باشه که در ادامه برنامه در باری چستان ها معلومات میده. قدسی لالو ماما امروز معلوم نمیشه، خدا میفهمه که کجاست. نظیر بیادر، بیا کس پیردار پرسان کنیم. کلهت هم اینجا کار کرد والا، بیا که بریم پرسان کنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. کاکا پیردار، امی لالو ماما کجا است؟ لالو داخل دالیز قصر است، درباره شما به ما گفته بود. باش که دروازه را واز کنم که بریم داخل قصر. صحیح است، خیر ببینی، بریم قدسی خوار. نظیر، لالو ماما را ببین که پیش میز استاد است و بر خود چای مندازه. هیچ متوجه آمدن ما نشد. متوجه شدم. بخیر بیاین، خوش آمدین مهمانای گلم، چشم و چراغ دلم، بخیر آمدین. زنده باشی لالو ماما. این جگک سرینی چوکی بشینین که منتظرتان بودم. باشو کمی گلاس های شما را پر کنم. که باز گپ خود زدیم. ای از خودتو کسی اجانی هم از خوده. نظیر گوشت پیش بیار یک چیز بگویم. بگو. ای خود چای نیست، ای چی هست که لالو ماما ده گلاس انداخت؟ آخو نمیخورم تو را دلت. چی میگی قدسی جان؟ بلند بگو که ما هم بفهمم. باش که ما ده گیرت بتمش لالو ماما. میگه ای چی هست که لالو ماما ده گلاس انداخت؟ نخو نمیخورم. از شما چی پود؟ ای قهوه از قهوه، یکان روز که مانده شم باز میخورم که دم پایم راست شود. خوب لالو ماما، آل فهمیدم، نامشه زیاد چنیده بودم، خو نمیفهمیدم که تو مثل چای خورده میشه. راستی لالو ماما، ای قهوه از چی ساخته میشه؟ از شما چی پود؟ ای که از چی ساخته میشه در ای باره خو ما هم زیاد معلومات ندارم. خی بگی یک دریچه واس کن که هم خودت بفهمی و هم ما. ما میگم بیخی گپ دل ما گفتی، باش تو که اینی دریچه رو واس کنم. گلالای خوار، بسیار فیلم جالب بود، بسیار گپا را یاد گرفتم. فیلم چی است آرون که تو تعریفش داری و دانت پخ مانده؟ قریب از کلیت در موبایل درون کنی. ایناله که بگویم دانت هم پخ میمانه. قوه را میشناسی؟ ها میشناسم، ای دیگه چی گپ داره؟ شارک رفته بودم، دختر مامایم برام یک پیاله داد، مثل چای سیاه بود، خو مگم کم تلخ بود. خیره بگو که از چی ساخته میشه؟ والا ای را دیگه نمیفهمم. ایناله خیره، ای فلم ببین که ایران بانی. خود تو بگی موبایل تا روشن کن. باش که بکشمش. اینه بیبی سعی کن. ده این فلم خو یک باغ است، مثل درخت های الوبالو، اما تو درخت ها دهش است. اونه میوام گرفته، الوبالو گک های سرخ و زرد داره. این درخت الوبالو نیست، درخت های قهوه است. او میوه گک هایش هم کس، او خالوبالو نیست، دانای قهوه است. خو از دور مثل الوبالو معلوم میشه. چی؟ درخت قهوه؟ آه، اینه دانتان پخمان، گوش که ایناله نتاق دگام معلومات میته. بیننده های گرامی، شما در ویدیو یک باغ قهوه را میبینید. قهوه‌ای را که مردم مانند چای مینوشند از همین درخت ها به دست میآید. درخت قهوه در کشورهای گرمسیر رشد و نمو میکند و به آب زیاد ضرورت دارد. گفته میشود که درخت قهوه برای اولین بار از قاره افریقا به کشورهای دیگر انتقال داده شده است. در حال حاضر برزیل و ایتوپیا بزرگترین کشورهای صادرکننده قهوه در جهان به حساب میآیند. ما خو فکر میکردم که گندم می سوزانن و قهوه جور میشه. دیگه تو فکر نکنی، گوش کن که نتاق چی میگه. درخت قهوه از 3 تا 10 متر بلند میشود، اما به خاطر اینکه حاصل آن به آسانی جمع آوری شود، هر سال شاخه های آن را میبرند و درخت را به بلند شدن نمیمانند. نهال قهوه بعد از 3 تا 5 سال سر حاصل میآید. درخت قهوه اول شکوفه های سفید میکند، بعدن این چوبوفه ها مانند آلوبالو غوره می شود. خوشه های آن اول به رنگ سبز بوده
که بعد مانند لیمو زرد می شود و در آخر مانند آلوبالو رنگ سرخ تیره پیدا می کند. هیچ باورم نمی آمد که قهوه مثل میوه از درخت گرفته شود. بین 6 تا 9 ماه دانه های قهوه پخته شده و آماده چیدن از درخت می باشد. دهقانان دانه های قهوه را که به شکل خوشه ها می باشد با دست از درخت می کنند. سپس با وسیله دست یا ماشین دانه های قهوه را پوست می کنند. که از هر دانه قهوه 2 دانگی قهوه به اندازه بزرگتر از دانه های گندم به دست می آید که آن را در آفتاب می اندازند تا خشک شود. رنگ قهوه خوشیا است. مگه می دانه که خوش سبز و سفید معلوم می شه؟ صبر، گوش کو، هنوز گپ آخرش مانده. زمانی که دانه های قهوه خشک شدند، آنها را در ماشین یا در یک ظرف مانند گندم بریان حرارت می دهند تا این دانه ها خوب بریان شده و رنگشان سیاه شود. بعد از آن صبر می کنند تا سرد شود و در آخر هم دانه های بریان شده را در هاون یا ماشین کوبیده و به پودر تبدیل می کنند تا مانند چای در آب جوش قابل حل باشد و نوشیده شود. به خاطر مزه بیشتر معمولا قهوه را با بوره و شیر می خورند. آلو بگو قدسی، اگه قهوه را میخوری یا نه؟ ها میخورم، چطور نمیخورم؟ آها، خم اگم خوردن زیاف قهوه نقصان داره. فکرتان باشه که اشتکای خورد تا 12 ساله باید قهوه نخورن و جوانای مثل شما از روز یک پیاله باید زیاد نخورن. چرا لالو ماما؟ به خاطر که قهوه سر مغز تاثیر داره. مغز آرام و ذهن فعال میسازه و خواه کم میکنه. به همین خاطر باید اشتکان نخورن. خیر که مغز و ذهن آرام میسازه، باش که من از همین قدسی یک سوال کنم که میفهمه یا نه. سوالهای تو را خوب به قهوه خوردن هم جواب دادم میتونم. خیر بگو، زرد از زردالو نیست، سفید از شفتالو نیست. جوابش تخم مرغ است. مگه معلوم میشه که قهوه خوردنم سر مغز تو تاثیر نداره؟ چرا که سوال نیست، چستان است. من خمیر سوال میگم. خیلالو ماما اینال یک دریچه واز کنه که بفهمیم چستان چی است. ایشو خوا کلی راجوری شما دو نفر همی است که برتان دریچه واز کنم. آله که فهمیدی، خیلی بگی درباره همی چستان یک دریچه برم آواز کو که بفهمیم چستان چی است. چرا نه، بدو دیده واز شو دریچه. شنوندای عزیز سلام، خدا کنه که جور سر حال باشین. ما خبر رسانه که قصر استم. چیست آن چیست که نه دست داره و نه پای؟ خیز میزنه به هر جای. خیر جوابش خودم برتان میگم. توپ است توپ. مگه ما یا شما میفهمین که چیستان چیست؟ چطور گفته میشه؟ خیر بیاین که اول گپای یک تعداد جوانا را بشنویم. محمد صالح از لوگر. من نمیفهم چیستان چیست. نه، من عمران از ولایت پکتیا هستم. چیستان به معنی که تو از ما سوال کنی و بر جواب بتم. تا معلومات ما زیاد شد، ذهن ما بیشتر قوی باشه، دیگه معلومات پیدا کنیم، ذهن تیز میکنه. گپایی جوانا را خوشنیدیم که میگفتن چیستان مثل سوال پرسیدن است. اما ای که چیستان چی رقم سوال است و چطور پرسیده میشه، چی رقم ساختار داره؟ با هم گپای یک استاد ادبیات هم شنویم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ما خوانمل خیرالدین اندر هستم، از علمی مسلکی ریاست عمومی تربیه معلم. چستان یکی از انواع ادبیات شفاهی است، نسل به نسل، زبان به زبان، سینه به سینه انتقال یافته که گویندگان آن معلوم نیست. چستان ها معمولا به منظور رشد ذهنی و معلوم نمودن ذکاوت جناح مقابل استفاده می شه. معمولا چستان ها طوری گفته میشه که بعضی نشانه ها، بعضی خصوصیات بیان میشه، از جناح مقابل خواسته میشه تا درباره امی خصوصیات و امی نشانه ها جواب خدا ارائه بکنه، ذهن خدا بیازماید. باید جناح مقابل فکر بکنه تا از نشانه ها استفاده کرده و امو شعر را پیدا بکنه. و از نظر شکل یک چستان های منظوم است، یکی چستان های منصور. گپای استاد خوشنیدیم که گفت چستان یک نوع ادبیات شفاهی یا فولکلور است، طوری که در جملات کوتاه خواص، نشانه ها و صفات یک چیز به شکل هنری پرسیده میشه که مخاطب مجبور به پیدا کردن جواب شوه. حالا بریم و قسمت دیگه از گپایش بشنویم که چستان گفتن چی فایده داره و
و همچنان مثالهای از چستانهای منظوم و منصور را بشنویم. چند تا از فایده های چستانهایی است که ذهن اطفال جوانا با فکر کردن همچو چستانها رشد می کند، ذهنشان بسیار فعال ببار می آید و همچنان یک موضوع تفریحی است. شاگردا در مکاتب، جوانا در مجالس می توانند چستانگویی استفاده بکنند. در کنارش فواید دیگری هم داره. فرض مثال جوانا بین هم اگر چستان بگویند بینشان محبت، دوستی و صمیمیت بیشتر می شه، رفت و آمد بیشتر می شه، مجالسشان بیشتر میشه، مصروفیت سالمی هست بین جوانان. چستانهای منظوم و چستانهای گفته میشود که در قالب وزن و شعر گفته میشه، یعنی به شکل یک بیت گفته میشه. دو مصرعی باشه، سه مصرعی باشه و چهار مصرعی باشه و حتی شش مصرعی هم میتونیم ما داشته باشیم. چستانهای منصور هدفش این است که در قالب نثر باشد، یعنی من حیث سخن و گفتار عادی باشد، در او وزن نیست، موسیقیت نیست، احتمالا قافیه و ردیف ده او دیده نمیشه. مثلا آن چیست که روز با من میگرده میگرده میگرده، شب که بیاییم دهنش باز میمانه، در جواب شاید بگوین بوتهای مسیح. و چستانهای منظوم هم مثلا یک بلسقتکش است، سبز چپنکش است، جوابش بادرنگ است. حالا فهمیدم اتو سوالای را که علایم و خصوصیات یک چیز بگویم و از دگه نفر بخواییم که نامش پیدا کنه چستان میگن. ایران فهمیدم که گفت چستانا هم منظوم می باشن و هم منصور، یعنی هم مثل گفتار عادی می باشن و هم مثل شعر وزن و قافیه می داشته باشن. دیگه ای که گوینده اولی چستانا مثل دوبیتی و افسانه معلوم نیست، یعنی چستان یک بخش ادبیات شفاهی است. لالو ماما دیگه این نظیر قوالتی که با زیاد گرد می زنن. نه بس از دیگه میریم. بریم دیگه. تشکر لالو ماما. برین برین با خیر برین، با امان خدا، روز خوش داشته باشین. شنونده های عزیز، این برنامه یک قصر و هزار دریچه را که شنیدین عبدالصبور جانباز در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و جور کرده بود.